اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه الصلاة والسلام. سلام و عرض درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه به وقت بیداری. امیدوارم هر کجا که هستین زیر سایه پر لطف و مرحمت آقا امیر المؤمنین همیشه خرم و سرسبز باشین. عزیزان دل، همچون که شب و روزها رو میگذرانیم، کم کم نزدیک میشیم به ایام اربعین حسینی، جا دارد که این سالواره رو پیشا پیش خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض کنم. انشاءالله که باشد که این اربعین هم کربلا و نجف خیلی عظیم زائران حسینی یک رنگ رو و رونق خاصی به این فضا بده، به امید چنین روزی. و همچنین که انشاءالله زوار کشور عزیزمان افغانستان هم بتونن امسال با آرامش بیشتری و با راحتی و آسایش بتونن بیان زیارت کنن این زیارت عظیم و پرشور رو، و در این خیلی عظیم جمعیت غرق در مسیر ملکوتی و نورانی آقا امام حسین علیه السلام باشن. روشنگری های خاندان امام حسین علیه السلام در مسیر شام که آمدن، خاندان عصمت و طهارت چه روی کردی داشتن، چه کارهای انجام دادن. لذا در خدمت استاد گرامی جناب آقای مطهری هستیم. استاد گرامی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترم و دستاندرکاران شبکه خوب حال تیوی. تسلیت عرض میکنم ایام مصیبت اهل بیت پیغمبر علیه السلام را و فرارسیدن شهادت جانگداز دخت 3 ساله امام حسین علیه السلام حضرت رقیه، آن بانوی مظلومه را، خدمت آقای امام زمان و همه مؤمنین و شیعیان آن حضرت. از خداوند میخواهم به همه ما و شما بصیرت حسینی، معرفت حسینی، محبت حسینی، حیات حسینی و ممات حسینی عنایت کند انشاءالله. در خدمت شما هستیم. تشکر استاد گرامی از اینکه قبول زحمت فرمودید. برای بینندگان عزیز، همونطور که گفتم موضوع بحث ما در رابطه با روشنگری های اهل بیت امام حسین علیه السلام در مسیر شام بوده. ما در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس نجف اشرف، انشاءالله که نایب زیاره همه شما عزیزان هستیم و شما هم هر گوشه‌ای که هستین برای ما دعای خیر بفرمایید. استاد گرامی، مقدمتاً از اینکه وارد بحث بشیم که موضوع بحث ما در رابطه با قیام هدف و یعنی روی کرده خاندان عصمت و طهارت در خود شامه، ولی به خاطر که مسئله برای ما واضح تر بشه به صورت مقدمه برای ما بفرمایید که اصلاً فلسفه وجود خاندان حضرت امام حسین علیه السلام در حادثه عاشورا و در کربلا چی بود؟ اگر امام حسین علیه السلام برای کشورگشایی حکومت و چنین چیزی قصد قیام داشتن، خود چه نیازی بود که خانواده خود رو با خود ببرن؟ لذا چرا وجود خانواده امام حسین علیه السلام چه علت و سببی داشته که امام حسین علیه السلام خانواده خود رو بیارن به شام، به کربلا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین. سوال اولمون طوری که شما فرمودید اینه که شاید در اذهان خیلی ها خطور کنه، علت بردن اهل بیت علیهم السلام چی بوده؟ چرا امام حسین سلام الله علیه اهل بیت با خود برد؟ سوال دومی که در واقع شبیه این سواله که حالا به خاطر مطرح میکنم که خلط نشه، این که چه تأثیرهایی داشت؟ اول چرا برد؟ چرا، این علتش چی بود؟ دوم چه تأثیرهایی داشت این برده؟
در رابطه با اینکه علت بردن اهل بیت چی بوده، سه تا احتمال وجود داره. مورخین سه تا احتمال ذکر کردن. احتمال اول اینه که سید شهدا سلام الله علیه مثل اعراب گذشته که رسم بوده هر وقت میخواستن در یک سفر طولانی چند ماه بروند، اهل بیتش رو با خودشان میبردن و علت این کار این بوده که در آنجا این گونه عرف بوده که میخواسته با بردن اهل بیت عزم و اراده ایشان را برای رسیدن به اون هدف نشان بده که ما دیگه از همه چی بریدیم، که تنها وابستگی ما که اهل بیت ما هست اینا را با خودمون آوردیم و حاضریم برای رسیدن به این هدف، بالاخره هر چه زمان ببره ما چی این مسیر رو بریم، این کار ادامه بدیم. یک احتمالی که تاریخ یعنی اون مقصد دائمی ما به نحوی بالاخره مهمه برای ما، یه هرچی که چی دائمی بگیم یا از نظر زمانی طولانی تر باشه، به هر حال وابستگی ما چون به خانواده از جهات مختلف دلواپسی های ما بیشتره، حتی اونا را ما آوردیم با خود ما که دیگه چیزی مانعی برای رسیدن به هدف نداشته باشه. یک احتمال. احتمال دوم اینو گفتن که سید و شهدا صلوات الله علیه اهل بیت رو بردن با خودشان به خاطر این برده که وقتی که والی یزید در مدینه از امام حسین بیعت خواست، حضرت فرمود که مثل من و ایشان نبیدید اینطوری خلوت بیعت کنیم، باید مردمی باشه و در ملأ عام همه بدانن اینا شبیه این کلمات. بعد مروان گفت که حضرت فرمود به ما فرصت بدید. فردا مروان لعنت الله علیه اونجا بود، گفت که اجازه نده حسین بره بیرون، دیگه دست به ایشون دست پیدا نمی کنی، همینجا گردنشو بزن، همون توصیه ای که یا امری که یزید کرده بود. حضرت ناراحت شد، گفت شما نمی توانید ما رو بکشید. حالا خلاصه کلامی اینه، حضرت از اونجا آمد بیرون شبانگاه از مدینه به سمت مکه. علتش این بود که اهل بیت بردن، میگه اگر امام اهل بیت رو نمی برد، امام می ترسید که مبادا اهل بیت رو اسیر کنه و به عنوان طعمه، به عنوان خدمت شما عرض می‌کنم، سوژه دستشان بیفته و امام رو وادار به بیعت کنه. لذا امام صلوات الله علیه اهل بیت رو با خودش برد به خاطر که برای رسیدن به هدفش اینها طعمه نشه که امام رو وادار کنه تا بیعت کنه. این احتمال دومی که تاریخ نویسا گفتن. احتمال سومی که مبنای روایی داره، در روایت هم داره، اینو که سید الشهدا علیه السلام جدش نبی مکرم اسلام رو در خواب دید، حضرت فرمود که باید به سوی عراق بری و خروج الی العراق، ان الله شاء ان یراک قتیلا. یا روایت دیگه اینه که حضرت فرمود باید بری عراق که خدا برای تو درجاتی در نظر گرفته که لا تنالو الا بالشهاده، لا تنالو ها الا بالشهاده، نمیرسی به اون درجات مگر با شهادت. وقتی که محمد حنفیه میگه که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه رو دید، حضرت فرمود به ایشان فرمود که من وقت از تو جدا از محمد حنفیه، اون توصیه هایی با محمد حنفیه داشت که چشم مادر بین مردم باش بعد از ما اینها، وقت از تو جدا شدم پیغمبر اکرم در خواب دیدم، حضرت فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا. بعد گفت خب اگر شما خود شما میره، ایشون گفت ان لله و انا الیه راجعون. بعد گفت خب خود شما میری، بچه‌ها رو کجا میبری، خانواده رو کجا میبری، اهل بیت رو؟ حضرت فرمود که ان الله شاء ان یراهن سبایا. به تعبیر دیگر قیام امام حسین صلوات الله علیه و بردن اهل بیت رو به امر پروردگار عالم بوده، به تعبیر یک قیامی که به دستور پروردگار عالم، به امر پروردگار عالم، و بردن اهل بیت هم با دستور پروردگار عالم بوده، همچنان که حضرت ابراهیم. لذا علت بردن اهل بیت این بوده که این سه تا احتمال. خب احتمال سومی که نص کلام حضرت هست، خب این متخنتره، یا به تعبیر دیگر احتمال درست اینه، چرا اهل بیت رو برد؟ به خاطری که خدا امر کرده بود، همونطور که قیام امام حسین به امر پروردگار عالم بود. ولی از اون وصیت نامه‌ای که منتسب به حضرت هست هم پیداست که حضرت می‌فرماید من به مطابق سیره جدم حرکت میکنم. سیره حضرت نبی مکرم اسلام را در اولین آیه سوره مبارکه ابراهیم خداوند بیان میکند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، کتاب بر شما نازل کردم تا مردم را از ظلمات و تاریکی به سوی نور خارج کنی، اونم به اذن پروردگار یا به امر پروردگار عالم. اینجا امام حسین علیه السلام میفرماید تمام مسیر من، خروج من،
همه مثل پیغمبر گرامی اسلام، همونطوری که پیغمبر صلی الله علیه و آله به امر پروردگار عالم مردم را از نور، از ظلمات به نور خارج کرد، یا به تعبیر دیگر به سوی نورانیت و عقلانیت و خرد سوق داد، من همین کارو میکنم و بردن اهل بیت هم همونطور به امر پروردگار عالم. بله، خیلی ممنون استاد گرامی. در ادامه کلامتون اشاره کردین، گفتین یک علت داریم برای بردن خانوادهشون، که حضرت امام حسین علیه السلام خانواده رو با خود خود میبرن، که یک به خاطر یک علتهایی که ذکر کردین. گفتین یک تأثیراتی هم داشته ای بردن، اثرات و نقش تأثیراتی داشته وجود اهل بیت علیهم السلام در نهضت قیام امام حسین علیه السلام. اون نقش و تأثیر چی بوده؟ چه تأثیری گذاشته خروج خانواده امام حسین علیه السلام، من جمله حضرت زینب کبری سلام الله علیها، در نهضت امام حسین علیه السلام؟ ببینید، یک جواب اجمالی داره و یک جواب تفصیلی. جواب اجمالش اینه که در واقع برای همه واضحن، اون شاعر معروف که گفتن سر نی در نینوا میمون، اگر زینب نبود کربلا در کربلا میمون، اگر زینب نبود. اینطوریه حقیقت مطلب، هم همینه. اما جواب تفصیلیش هم که حالا به حسب وقت و فرصتی که داریم، تأثیراتی که بردن اهل بیت داشت، چهار تا اثر مهم در واقع بردن اهل بیت علیه السلام با امام حسین داشت. تأثیر اول یا اثر اول، ثمره اول، پیام رسانی اهل بیت بود که سید الشهدا صلوات الله علیه. ما بخوایم قضیه کربلا رو کمی قشنگتر، عمیق‌تر باز کنیم، ببینید دستور این بود که امام حسین علیه السلام را در جای بکشن، محاصره کنن، به قتل برسانن که صدایش به هیچ جا نرسه، پیامش به هیچ جا نرسه، هیچ کس هم خبر نشه، به تعبیر دیگر نامونشون همش دفن کنن. لذا خب این دستور وقتی به، چون همه در جریان بودن، امام حسین صلوات الله علیه در مکه به 28 رجب از مدینه خارج شد، چند ماه در مکه بود، روز 8 ذوالحجه از اونجا سمت عراق، خوب همه این خبرها به گوش یزید و به گوش عبیدالله زیاد و بالاخره عواملشون میرسید، عمالشون میرسیدن. خب تمام دستورات دادن که امام حسین رو در جایی بکشید که کسی ازش خبر نشه، آگاهی پیدا نکنه، در شهرها نکشه. لذا حر دستور میده، خوب که در این غربی شهر نجف بوده در واقع کنده، خب امام رو محاصره میکنه، از اونجا میبره در کربلا. خب کربلا اون زمان صحرایی بوده، دشتی بوده که میبره، شهری نبوده، مردمی وجود نداشته، با فاصله تقریبا بیش از 23 کیلومتر مردم دورتر از اون اصلی مرکز کربلا که فعلا هست بوده. لذا اینا میخواستن که نبوده مردم بدانن تمام اون ظلمات و چه میگن مظالمی که برای اهل بیت میخواستن وارد کنن، به تعبیر دیگر نقشه های شومی که در سر داشتن، میخواستن دور از چشم مردم که مبادا فردا مردم متوجه بشه، به هر حال اثرات منفی داره. لذا امام سلام الله علیه را در اونجا محاصره کردن و با اشد ظلم که هرچی حقیقتا انسان بخواد باز کنه، خب نمیرسه به کنه این رزالت و خبائث که دشمنان امام حسین داشتن، خب امام رو به شهادت رساندن. خب به این باور و به این دید که خب امام رو اینجا کشتیم، در این صحرا کشتیم و اینجا میمانند دفن میکنیم و اهل بیتش هم اسیر میبریم، کار تمام شد. ولی خب امام حسین صلوات الله علیه و اینان حجت خدا میدانی، زینب کبری به اینان یک ولی از اولیای الهی، ولیه از اولیای الهی، خب میدانستین رو. خب امام حسین که اهل بیت رو بردن تا از اون صحرای در واقع دور افتاده از بین مردم، صدایش رو به گوش عالم برسانه، به گوش تاریخ برسانه. خب یکی از کارهای مهم و از اثرات مهم بردن اهل بیت این بود که اون نقشه‌ای که دشمن داشت که امام حسین صدایش رو به عالم نرسانه، صدای امام حسین رساندن، پیام امام حسین رساندن، هدف امام حسین برای مردم واضح بازگو کردن، به گونه ای که بعد از مدت کوتاه چنان این پیام سید الشهدا، فریاد سید الشهدا علیه السلام عالمگیر و جهانگیر شد که حکومت بنی امیه را در کمتر از بالاخره 40 روز از پا در آورد کردن. خود دیگه یعنی بنیانش رو که معاویه 40 سال زحمت کشیده بود لرزان. لذا اولین اثری بردن اهل بیت پیام رسانی از کربلا بود. دومش بی اثر کردن تبلیغات بنی امیه
معاویه 40 سال زحمت کشید که در این 40 سال هزاران تا مسجد ساخت، تبلیغات کرد که حضرت امیر رو لعن میکردن. خب تا زمان عمر بن عبدالعزیز لعن میشد حضرت، به گونه ای که میگه وقتی عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز آمد لعن رو برداره، میگه در یک بخشی حالا خب سمت اون زمان چون فارس میشد، میگه در یک بخشی که تازه مردم خبر شده که باید لعن بکنه، گفتن وقت لعن ممنوع شد و ما اجازه بدیم، ما از این ثواب محروم بودیم. این طوری به تعبیر دیگر مردم را در انزوای از ارزش‌های دینی و دور از تعالیم اسلام نگه داشته بودند که مردم هر چرا می‌دیدند در چهره از پیغمبر و از دین و از ارزش‌های دین در چهره معاویه می‌دیدند و حکومت معاویه می‌دیدند. لذا وقت حضرت امیر لعن می‌کردند و گفتن بابا وقتی خواست معنا کنه ما از این ثواب محروم ماندیم، تازه خبر شدیم، پس مدتی را اجازه بدیم معلم کنیم بعد معنا کنیم. یا مثلا وقتی حضرت امیر صلوات الله علیه در کوفه به شهادت رسید، میگن مردم شما سوال میکردن کجا شهید شد، کجا کشته شده علی بن ابی طالب، گفتن که در مسجد. میگن غالب مسلمانات نماز میخوان. یعنی این گونه تبلیغات گسترده از زمانی که هنوز امیرالمومنین صلوات الله علیه هست، خب با حضرت جنگیدن و بعد این تبلیغات شروع میشه. این تبلیغات 40 ساله ادامه پیدا میکنه. بعدم اینکه وقت سید شهدا سلام الله علیه میخواد خروج بکنه، من هدفی که داره یا به امر پروردگار عالم در این مسیر میخواد بره، خب عوامل این معاویه چیکار میکنه؟ عوامل یزید برای من، خب امام رو به عنوان خارجی، یک شورشی و تعبیر دیگر یک کسی که ضد امنیت جامعه، ضد دین اسلام، قلمداد میکنه که خارجی خواسته خروج بکنه، ما کشتیم اهل بیتش اسیر آوردیم. این دومین اثری بردن اهل بیت بود که تبلیغات آنها رو نقش بر آب کرد. 30 سال 40 سال تبلیغ کرده بود معاویه تا زمانی یزید. خب اهل بیت علیه مصطفی و سلام در مدت چند روزی این توطئه ها و تبلیغات دشمن نقش بر آب کردن. ان شاء الله اثرات دیگه هم خدمت شما هست. خیلی ممنون استاد گرامی، تشکر از لطف شما. سر نی در نی نوا میماند، اگر زینب نبود کربلا در کربلا میماند، اگر زینب نبود. بعد از یک فاصله کوتاه دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم. عادت زينب الحرة لكن تجدي بالون شلون هنا بشارع بالناي وحسين حيروي لا نشرب وضوق الماي وحسين انكيت العطش سيني الماء رد اللاني من شفت على التربة لو جينا زيعي بروحي سلبوحي وبوغ عوريا شلون انسى القيض ضامي ابن ام حسين لي مكن شلون انسى شلون الماء شلون اشرب مصاب حسين مثل مصاب العصاير ولا يا ابا عبد الله يا هو القبض ابو اليمه ضامي وانقطع نحر وادي كربلاء والماي مهر الزاكي الزهر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مادر مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، از اینکه تاکنون همراه ما هستین کمال سپاس امتنان دادیم. عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند، موضوع بحث ما در رابطه با روشنگری های اهل بیت امام حسین علیه السلام در مسیر شام هست. استاد گرامی، در ادامه کلام
گذشتهتون که نقش تأثیر اهل بیت علیهم السلام بر قیام و نهضت عاشورا بود میفرمودید، ما میشنویم ادامه بیاناتتون رو استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. داشتیم اینو میگفتیم که چی اثرات و ثمراتی داره، چند تا اثر و نتیجه بر بردن اهل بیت مترتبه. اول پیام رسانی و دوم در واقع بی اثر کردن تبلیغات چندین ساله امویان، که خب امویان زحمت زیادی کشیده بود. میگه وقتی ابوالحسن صفاح اولین حاکم عباسی به حکومت رسید، میگه 10 نفر از امرای شام را حاضر کردن، آنها قسم یاد کردن که ما تا زمان قتل مروان ما هیچ اطلاعی نداشتیم که پیغمبر غیر از ابو سفیان، معاویه و یزید اقاربی داره. همونطور که عرض کردم که همه در واقع اخلاق پیغمبر را، دین پیغمبر را، مذهب و مسلک پیغمبر را، اقارب پیغمبر را آنها در چهره و آینه معاویه و یزید نمی دیدن، ولی اهل بیت علیهم السلام رفتن این تبلیغات را چه بی اثر کنن. نکته سومی که یا ثمره سومی که بر بردن اهل بیت علیهم السلام مترتب بود و هست اینه که جلوگیری از انحراف قضیه عاشورا. اینطوری آنها تبلیغ کرده بودن که در مسیر شام وقتی که از کوفه، چون در کوفه که آشنا بودن مردم، همونطور که از لحن خطبه امام سجاد حضرت زینب پیداست که بعدا انشاءالله در سوالات بعدی خواهیم گفت، در مسیر کوفه و شام، در مسیر کوفه تا شام، در خود شهر شام وقتی اولین بار وارد هر شهر می شدن، وارد هر منزل می شدن، مردم به ائمه، به خاندان امام حسین اهانت ها می کردن، فحاشی می کردن، سنگ می زدن الی آخر. چرا؟ چون اینها چی گفته بودن؟ که کسانی که از دین پیغمبر خارجه و برای رسیدن به هدف قدرت و ناامن کردن جامعه اسلامی و تمرد و سرکشی از حکومت امیرالمؤمنین یزید خروج کرده، لذا میخواستن این اهداف امام حسین رو یا مدرسه عاشورا رو وارونه جلوه بده، منحرف کنه. لذا حضرت امام سجاد، حضرت زینب کبرا سلام الله علیهم و اهل بیت علیهم السلام، همه که با امام سجاد و حضرت زینب بودن، با روشنگری هایی که داشتن چه در کوفه، چه در منازل دیگر، چه در شهر شام، خب اینها خدمت شما عرض کنم که کار کردن که حادثه کربلا و عاشورا در مسیر خودش استقرار پیدا کنه، منحرف نشه. و تعبیری دیگر آنچه که سید الشهدا صلوات الله علیه خواسته بودن که حضرت فرمود من آمدم که مردم رو امین بره به معروف نهی از منکر کنم، آمدم که مردم به حق عمل کنه، آمدم مردم رو از باطل جلوگیری کنه و در این راه کشته میشم، یا اونجایی که حضرت میفرماید این کان دین و جدی، یا بعض تعبیرات آمده این کان دین و محمد صلی الله علیه لا یستقیم الا بقتل فیا سیوف خذینی، این را خوب میخواستم اون حرف کنن که همچین چیزی نبوده. اهل بیت با نوشنگری هایشون مسیر انحراف رو سد کردن. خب اینا چون حالا مفصل تر من فقط فهرستوار بیان کنم. ثمره چهارمی که بر بردن اهل بیت علیهم السلام مترتب بود، افشای چهره ظالمانه ظالمان. یعنی شما ببینید مثلا حالا بعضش خب مصائبه، حالا سعی میکنیم چون در برنامه هستیم حالا راحت تر بیان کنیم، گرچه نقل اینها برای من خیلی سنگینه، چون اینا مظالم اهل بیت رو بخوایم که کنا بر اهل بیت چه ظلم هایی روا داشتن، گفتنش با این حالت خیلی سخت، ولی به هر حال باید بگیم. مثلا شما ببینید امام حسین علیه السلام میبره، یکی از مصائبی که وارد میشه بر امام حسین کشتن ششم های امام حسین در دامن آقای امام حسین علیه السلام بالا بی تشنه. خب اگر اهل بیت رو نمی برد، حضرت علی اصغر علیه السلام رو نمی برد، یعنی اینقدر قساوت قلب اینها آشکار نمیشد، یا چهره ظالمانه ایشان اینقدر چی آشکار نمیشد. یا مثلا آتش زدن خیام بعد از شهادت شهدای کربلا، بعد از شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه، خب این همه خب کتک زدن بچه های اهل بیت در مسیر راه، خب اینا رو تناب به گردنشان منزل به منزل، جسارت ها، اهانت ها، سنگ باران، حتی دختر 3 ساله سید الشهدا صلوات الله علیه، اینا چون باز کردنش خب مصیبته و باید انسان
شرایطشون طوری مراعات کنه که حفظ بشه. خب نمیشه حالا ما داریم این گونه عرض میکنیم به خاطر که برنامه پیش بره اشارتاً بیان میکنیم دیگه. اینقدر خب بچه های آموزین کتک زدن در رابطه با دختر سید الشهدا صلوات الله علیه وقت شهید شد در خرابه، خب نوشتن مقاتل که دید تمام این بدنشون کبوده. خب اینا از کجا فهمیده میشه؟ خب اینا چیلی میخوای بیان کنه؟ اوجی در واقع چهره ظالمانه و خباست دشمنان را که، و الا اگر اینها نبودی، اگر بردن اهل بیت نبودی، بسیاری از این پلیدی ها و زشتی هایی که در درون این انسان های پست فطرت بودن، اینا که انسان هم نبودن، به هر حال این موجودات پست فطرت بودن، اینها آشکار نمیشد. پس یکی از اثراتی که مترتب اینه که چهره یزید، چهره یزیدیان را که موجود دستور دادن، بالاخره عبیدالله دستور که آب را ببندین اینها، تا خباست اینها آشکار بشه. اینا هم اثراتی داره. چرا؟ به خاطر که به همون میزانی که ببینید شما، به همون میزانی که ما در شناخت اهل بیت، در شناخت پیغمبر، در شناخت حضرت امیر، ما به کنه معرفتشان نمیرسیم، در دقیقا نقطه مقابل ما به کنه خباست دشمنشان هم نمیرسیم که بخواهیم بفهمیم اینا چقدر انسانهای پلیدی بودن. کسی بخواهی واقعا دشمنان اهل بیت را اونطور که حقشان رو بشناسه، باید اهل بیت رو بشناسه، چون تعرف الاشیاء از داده ها. به خاطر همین حالا به اون مقداری که امکانش بود از نظر ظاهر و اسباب ظاهری، سید الشهدا صلوات الله علیه وقتی اهل بیت رو میبرد، تلاش میکنه که چهره اینها و چهره دشمن، حقیقت درونی و منویات پس اینها چی، آشکار بشه. پس این چهار تا اثر رو داشت: پیام رسانی، بی اثر کردن تبلیغات دشمن و جلوگیری از قضیه عاشورا و همچنین افشای چهره ظالمانه دشمنان، که این حالا خود اینا باز اثرات دیگری هم داره، پیامدهایی داشتن، ولی خب این چهار تا ثمره مستقیم مباشر یا بلا واسطه بر بردن اهل بیت مترتب و متوقف بودن. تشکر استاد گرم. اشاره شد به مسیر کوفه، در کوفه و در مسیر راه تا برسن به شام علیه السلام. و اهل بیت امام حسین علیه السلام چه روشنگری هایی کردن در کوفه، در مسیر راه تا برسن به شام، تا که برسیم به اصل مطلب که بحث امشب ما در رابطه با مسئله شامه و روشنگری های حضرت زینب کبرا در شام و باقی اهل بیت علیهم السلام، توی این مسیر راه چه روشنگری هایی کردن، چه چیزهایی بوده که، فتنه هایی بوده که اینا برملا کردن؟ همیره تو در خیلی به طور مختصر کوتاه بیان کنین که بعدش وارد بحث بشیم. ببینید در رابطه با اینکه اهل بیت علیهم السلام از کوفه تا شام، از کربلا تا شام چه کارهایی کردن، روشنگری هایی داشتن، از عصر عاشورا و خصوصا از روز 11 محرم رسالت اهل بیت و روشنگری های اهل بیت آغاز میشه. حضرت زینب علیه السلام، حضرت امام سجاد و اهل بیت حسب نقل مقاتل و تاریخ، وقتی اینها رو خواستن از کربلا ببرن، به اسارت ببرن، از مسیر قتلگاه عبور دادن. تاریخ دارن که اونجا زینب کبری سلام الله علیها نکاتی که دارن و گفتگوی با امام حسین و خطابی به نبی مکرم اسلام، میگه چنان جانسوز و دلخراش در واقع حالتی داشت و گریه کرد که همه لشکریان عمر سر گریه میکردن. خود این یک نوع روشنگریه، همونطوری که رویش آقای امام سجاد هم همینه. یکی از کارهای آقای امام سجاد در قریب 40 سال که بعد از حادثه کربلا زندگی میکنه، در واقع عشق بر سید الشهدا و گریه بر امام حسینه، گریه بر اهل بیت، بر مصائب اهل بیت که در حادثه کربلا وارد شد، که با این روشن، چون یکی از عوامل روشنگری اینه که در واقع تحریک عواطف، احساسات و عواطف، در کناری که مدرسه کربلا مدرسه خرده، همونطور که سید الشهدا فرمود لو تطیعون احدکم سبیل الرشاد، اگر از من هدایت تبعیت کنید، من شما رو به در واقع کمال عقل و خرد میرسانم، یک جامعه خردمند میسازم از شما. ولی خب همه اینها متوقف بر یک از مهمترین در واقع عواملشون چیه، خدمت شما عرض کنم، بعد عاطفیه. حتی در بحث مناجات به پروردگار عالم رسیدن به کمالات معنوی و خیرت، خب ما اینا رو نمیتونیم نادیده بگیریم.
و در کربلا سید در کربلا حضرت زینب علیه السلام و امام سجاد و اهل بیت روشنگری هایشون رو با اشک و گریه و خطابی که به نبی مکرم اسلام در اون کلمات جانسوز داره شروع میکنه و لشکریان عمر صدر رو همونجا واداری به گریه بر اهل بیت و این که اینا ذره از ظلمی که بر در حق اینها روا داشتن بفهمن و اونها با اون قساوتی که داشتن که دیروز همونها آب رو بستن، دیروز اونها امام حسین و اهل بیت رو به گونه فجیع به شهادت رساندن، همونها بر مظلومیت اینا گریه کردن در روز یازدهم. بعد وقت میای در کوفه اینا نکته رو عرض کنم که کلام زینب کبرا، خطبه ای که از حضرت ثبت شده، خطبه ای که از دختر امام حسین فاطمه صغرا، خطبه ای که از سید الشهدا صلوات از حضرت امام سجاد در کوفه و در شام، اینا لحنهایشون متفاوته. یعنی به تعبیر دیگر مستمع شناسی کردن حسب اینکه چون شهر کوفه قبل 21 سال از این روزی که اهل بیت به عنوان اسیر آمدن مرکز حکومت حضرت امیر بود، حضرت سال 40 به شهادت رسید، الان سال 61 هجریه. خب روشنگری چگونه بودن؟ حضرت امام سجاد و حضرت زینب کبرا علیه السلام، خصوصا آقای امام سجاد آمد فرمود هر کس منو میشناسه میشناسه، نمیشناسه من علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. بعد شروع کرد به حرف زدن با مردم کوفه و سرزنش کردن آنها که شما چیکار کردین، شما نامه ها نوشتین، شما جدم را ذلیل کردین بارها و پیمان شما عمویم را پدرم را بگونی، همه گریه کردن. حضرت زینب کبرا علیه السلام علیه السلام مردم سرزنش کردن که شما مثل اون زنی میمانید که از صبح تا شب ریسندگی بکنن، شب همه ریشته هاش پنبه کنن، بعد شما میدونید که چی جگر از پیغمبر داریدید. اینها رو سرزنش کردن تا اون در واقع بی‌همتی یا بی‌غیرتی دینی که اینها داشتن و در واقع اون روحیه پیمان شکنی و ذلتی که در وجود اینها بودن، خب اینها را با اون کار زشتشون متوجه بسازه. شما چه انسان های بی اراده ای سست عنصرین، بله سست عنصرین که شما در هیچ صراط مستقیمی باقی نمیمانید، یا به تعبیر دیگر هیچ کسی نمیتونه به شما تکیه کنه و اعتماد کنه. با که در همون جا مردم همه انگشت به دهان گرفته بودن، در انگشتشون میجویدن گریه میکردن، هم از زن و مرد، که خب یکی آمد که ابن رسول الله خطاب به امام سجاد، آقا جان شما هر چی بخواید اگه بگین جنگ کنین ما میجنگیم و بالاخره با شما هستیم. حضرت فرمود هیهات که من دیگه بر شما مردم تکیه کنم، شما کاری که با پدر میکنید میخواید با منم انجام بدین، این کارو میخواید مرا تنها بگذارین، دیگه به شما نمیشه اعتماد کرد. خب این روشنگری که هم در واقع اینا پیام تاریخی داره، این نه تنها خود اونها مخاطبه، در واقع مخاطب درازای زمانه، گستره در واقع این عالمه که تا عصر امروزی که ما داریم زندگی میکنیم مثلا بدانن که کیها بودن امام حسین کشتن، کیها یاری نکردن، که انسانهای بیخاصیتی بودن. چرا؟ تا اینکه درس بدن که سست عنصر بودن انسان را از رسیدن به حق باز میداره، و تعبیر دیگر غیرتی دینی نداشتن. خیلی امروز هم گاهی آدم میبینه بعضی چیزها را، حالا قضایایی که مرتبطی به این موارد است، چون ما یکی از چیزهایی که از کربلا یاد میگیریم حقیقتا غیرتی دینیه که امروز در مردم کوفه نبودن. در مسیر شام منزل به منزل همونطوری که عرض کردم وقت اهل بیت علیهم السلام را میبردن، قبلش جارزنا عوامل اینها میرفتن سر و صدا میکردن، اعلام میکردن، خبر میدادن که خارجی رو کشتن، اینا رو اهل بیت شسیر آوردن. اهل بیت وقت در اول وارد میشدن همه جا همونطوری که عرض کردم اهانت میکردن، سنگ باران میکردن، توهین میکردن، ولی وقتی که مورد خطاب اهل بیت قرار میگرفتن، مورد خطاب امام سجاد و زینب کبرا علیهم السلام خصوصا، آنها متوجه میشدن. به تعبیر دیگر ابتدای ورودشان انزجار و نفرت از اهل بیت داشتن. بعد اینکه میخواستن برن از اون شهر به شهر دیگه مسیر شو ادامه میدادن، مردم گریه میکردن که ما چیکار کردیم. البته در اونجایی که مجال میدادن برای اهل بیت علیهم السلام، یکی از روشنگری‌ها تو اینکه میرسه به شهر شام که مرکز اصلی خلافته، مرکز اصلی حکومت 40 ساله ای که معاویه بنا کرده، به تعبیر دیگر مرکز اصلی فرماندهی که امام حسین به شهادت رسانده، که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. خیلی ممنون، سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، از اینکه تا کنون بیننده ما هستین کمال سپاس امتنان از شما داریم. یک فاصله کوتاه میگیریم و بعد از یک استراحت کوتاه در خدمت شما عزیزان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر الناصر و معین. ضمن خسته نباشید مجدد خدمتشون بینندگان عزیز، جا داره که کسانی که دوباره مجددن جدید به جمع ما اضافه شدن خدمتشون عرض کنیم به موضوع برنامه امشب ما، روشنگری های اهل بیت امام حسین علیه السلام در شام است. در خدمت استاد گرامی جناب آقای مطهری هستیم. استاد گرامی، رسیدیم اصل مطلب که به قول به تعبیری که شما داشتین، خاندان اهل بیت علیهم السلام، خاندان امام حسین علیه السلام میرسن به شام در مرکز فرماندهی فتنه، جایی که اصل فتنه کربلا از اونجا نشأت گرفته و مقر، یعنی مرکز فساد و فتنه از همونجا نشأت گرفته، لذا اینجی باید سنگ تمام بذارن. چی کار کردن اهل بیت امام حسین علیه السلام در شام؟ چه اتفاقی افتاد که شامی که یزیدی که در شام قدرت نمایی میکرد، یزیدی که در شام با تمام غرور و قدرت گفت که من حسین را ذلیل کردم، خاندانش را نابود کردم، دیگه چیزی از اسلامی که حسین با خود خاورده بود نیست اینجی، ای یزید و یزیدیان به یک بار نابود میشن و هیچی ازشان نمیمونه، به تعبیر عامیانه پتشان روی آب میندازه. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که عرض کردم، این روشنگری های یا تبلیغات و ادای مسئولیت امام سجاد و زینب کبری و اهل بیت علیهم السلام بعد از شهادت سید الشهدا شروع میشه از کربلا. خب این مسئله رو، این همه مقدمات بوده، توجه دارین؟ به تعبیر دیگر اگر در شام حرکت های مهمتر، موضع گیری های مهمتر، روشنگری های مهمتری نبود، اینا هیچ تأثیر نداشت، کنه نقش بر آب بود. ولی خب اینا مقدماتی بودن که تا برسه به شهر شام که مرکز فتنه بوده و مرکز دشمنی با اهل بیت و نشر مفاسد در عالم در اون زمان. وقت اهل بیت در شام میرسه، خب اینا رو پشت دروازه های شام نگه میدارن، قبلا هم خبر رسیده بود و تا شهر رو آذین میبدن و قصه ها رو همه شنیدن. حالا اینو ما زیاد باز نمی کنیم. به هر حال یزید تمام مردم شام رو، بزرگان، سران، سفرهای کشورها جمع میکنه، یک جلسه به تعبیرشون بگیم به میمنت و شادمانی که داشتن که بر دشمنشون پیروز شده جلسه بگیرن، مجلس بزرگی همه اشراف. خب اونجا اهل بیت علیهم السلام با از نظر ظاهری با یک حقارت و ذلت خاصی وارد شهر شام میکنه که میگه وقت قبل از اینکه وارد بشه، میگه دختر امیرالمومنین سلام الله علیه به کسانی که همراهشان بودن از اون لشکریان و از عواملین یزید، گفتن ما رو از ما خاصی داریم از شما که همین سرها رو از میان زنها دورتر ببرین تا مردم مشغول دیدن سرها شه و ما راحت تر باشه. و دیگه ما رو از یک راهی که از یک دروازه‌ای که رفت آمد کمتر باشه مردم که ما رو وارد کنیم. اینا بالعکس با اون خباستی که داشتن، به خاطر که بیشتر اهل بیت رو زجر بدن، بیشتر اذیت کنن، بیشتر بالاخره حرمت شکنی کنن، این سرها رو آوردن بین محمل‌ها یا بین مثلا زن و بچه و از اون دروازه معروف و مشهوری که مدبانم دروازه ساعت که پر جمعیت تر بده اینو وارد میکنه. خب اون مسائلی که برای اهل بیت در بین کوچه ها گذشت و جسارت ها و اهانت ها تمام تا میرسه به مقر حکومت یزید یا کاخ سبز معاویه که 40 سال مرکز نشر عداوت و دشمنی با اهل بیت بوده. اون چه که مهم، این روشنگری اینجا مهمه، چون اینجا محور اصلیه، مرکزه و مرکز امارت یزید و خلافت یزیده. روی چند محور امام سجاد و زینب کبری توجه داشت در اینجا، اینا از اهمیت خاصه برخوردار موضع‌گیریشون و روشنگری که در شام داشتن و اثراتش انشاءالله میگیم خدمت شما. یکی این که محور روشنگری های امام سجاد و زینب کبری این بودن که جایگاه خودشان را نسبت به رسول الله معرفی کنه، مشخص کنه،
چون چی میگفتن اونها؟ گفتن که ما خارجی کشتیم، کسانی که از دین خارج بوده و زن و بچه‌شون اسیر آوردیم. ولی امام سجاد علیه السلام وقتی که در مقابل اون مرد قرار میگیره که الحمدلله شما رو کشت و مردم را از شر شما نجات داد و در شهرها امان آورد و از این شما قرآن خواندین، میگه خب ما قرآن خواندیم، خب قرآن به شما چی ربطی داره؟ خب میگه که فلان آیه رو خواندی، آیه تطهیر رو میخونه، آیه ذبیح القربا رو میخونه، آیه ولایت رو میخونه. ایشون میگه ما خواندیم اینها رو. بله، میگه که مراد از این آیه ما ایم، اون اهل بیت. میگه آیه اهل بیت، میگه مراد از این آیه کی؟ میگه اهل بیت، اون اهل بیت ما ایم. حضرت میفرماید بعد میگه این مرد میگه که تعجب میکنه، میگه به خدا قسم شما این؟ حضرت میفرماید به خدا قسم ما ایم، مراد اهل بیت که در این آیه هست. و هر آیه که میخواد میگه مراد ما ایم. بعد شروع میکنه گریه کردن، میگه سنگ میگیره به سرش میزنه، خون جاری میشه، برات قال میده به مقابل یزید. به هر حال یزید دستور میده که شان رو بکشه. خب یکی از کارهایی که یکی از مهمترین روشنگری ها این بود که امام انتصابشون بر رسول الله ثابت کنه، مردم بداند که اگر تا الان همونطوری که عده اقرار کردن که ما هر چی از اقارب پیغمبر دیدیم، معاویه رو دیدیم، ابو سفیان رو دیدیم، یزید رو دیدیم، ولی خب امام گفته نه، اومدن با این کار خودشون منتظر که اینها نیست، ما ایم. این اولین روشنگری که مردم را نسبت به اهل بیت آگاه کنه که پیغمبر غیر از ابو سفیان و معاویه که شما میگفتین اقارب دیگری داره، اونا نیست، اون اصلا اقارب پیغمبر نیست. همونطوری که در اون جایی که خطیب بلند میشه اذان میگه، بعد پس ان شاء الله عرض میکنم که حضرت میگه یزید این پیغمبری که جدش برده شد، یا این محمد صلی الله علیه که جدش برده شد، که اسمش برده شد در اذان، جد شما جد منه، میخوای بگی شما دروغ میگی. یکی از محورها توجهی در واقع امام سجاد علیه السلام یا تمرکز امام سجاد روی این قضیه تا مردم بدانه که اینا خارجی نیست، اهل بیت پیغمبر. محور دومی که امام سجاد صلوات الله علیه توجه داشت این که اون چیزی که در اذهان مردم بود از حضرت امیر و از اهل بیت، از اذهان مردم پاک کنه. همونطور که عرض کردم که مردم امام علی نعوذ بالله به عنوان کافر میدانست که مگر ایشون نماز میخوان. لذا یک قسمت اعظمی از خطبه امام سجاد صلوات الله علیه چیه؟ بیشتر تمرکزش روی معرفی کردن شخصیت حضرت امیره. من فرزند کسی که با دو شمشیر جنگید، با دو نیزه مثلا جنگید و در رکاب پیغمبر صلی الله علیه چیکارها کرد، من فرزند کسی که سمت دو قبله نماز خواند که طرفت العین به خدا شرک نورزید، قسمت اعظم خطبه رو اختصاص میده به معرفی حضرت امیر، به خاطر اینکه معاویه 40 سال علیه حضرت امیر چی نفرت پراکنی کردن، بعد معرفی کردن، چیز دیگری معرفی کردن. لذا حضرت امام سجاد علیه السلام میای چیکار میکنه از نبی کبرا؟ یکی از مهمترین بخش های بحث و خطبه ها و روشنگری هایش رو این قرار میده که جایگاه اهل بیت، او قسمت اول یعنی انتصابش رو به پیغمبر ثابت کنه، دوم که جایگاه اهل بیت واضح کنه. محور سومی که یا روشنگری سومی که حضرت امام سجاد داشت این که پیروزی ظاهری از حقیقی رو برای مردم. میگه ابراهیم ابن طلحه، نوی طلحه الخیر، ابراهیم که طلحه‌ای که در جنگ جمل با امام علی کشته شد، اون گفت که ببین نتیجه شما و مثلا اینکه پیروز کی شد، عداوت کردین با مثلا معاویه و اینا کی پیروز شد. امام سجاد می خطاب کرد به ابراهیم که بوده سریال مختار و تاریخ مختار نشان ده ابراهیم را. گفت که اگه می‌خوای پیروزی را بدانی، بگذار وقت اذان بشه، در اذان و اقامت دقت کن پیروزی از آن کیست. ما اهل پیغمبریم، به تعبیری که ان پیغمبر ما پیغمبریم، کلنا نور واحد، مذهب پیغمبره. اگه میخوای بدانی که کی پیروز شده الان در این کاخ یزید که قرار مؤذن اذان بده، چون امام میدونسته چی میخوای رخ بده، شما صبر کن وقت اذان فرا برسه بعد میدانی که چی پیروزی از آن کیست. به تعبیر دیگر همون طور که امام به یزید امین خطاب میکنه، یزید خیال نکن شما پیروز شدی، و زینب کبرا هم روی امین تمرکز داره که خیال نکن شما پیروز شدی، پیروزی بعدا معلوم میشه و ما امروز اثراتش میبینیم کی پیروز شدن. امروز آثاری از اصلا کسی جرئت نمیکنه بگه من فرزند معاویه و یزیدم، ولی خود از اون طرف ما میبینیم که همه دوست دارن خودشون به یک نهی منتسبی به سید شهدا علیه السلام بدونه، حتی غیر مسلمان هم دارن و آشنایی بیشتر پیدا میکنه. یعنی میخواد به ما یاد بده که چی نیست که شما بیاین
یکی امام حسین ظاهرا به قتل رسید، از بین رفت. اما طور که حضرت زینب کبری فرمود که آسمان و زمین بر ما تنگ کرد، ریشه های ما را قطع کرد، خیال نکن اینطوریه، این پیروزی نیست. پس خواستن پیروزی واقعی رو یکی در واقع یک درس میخواد به ما بده، با اون اینکه پیروزی رسیدن به هدفه، نه این غلبه ظاهری یا عدم غلبه، این مهم نیست، مهم رسیدن به هدفه که امام حسین علیه السلام اهل بیت رسید. و روشنگری چهارم یا محور چهارم کلام اهل بیت علیهم السلام در شام امام سجاد و زینب کبری علیهم السلام این بود که یزید رو نسبت به کرده خودش آگاه بسازه، یا تقبیح کار یزید که شما چیکار کردین، به گونه ای که این تقبیح در واقع کار کرد که آخر یزید همون روز که در اول یزید یه تخت پهن میکنه، بالاخره بساطی درست میکنه، سر بریده سید شهدا سلام الله علیه مقابلش اهانت ها میکنه، اشعاری به مناسبت پیروزیش میکنه که لعبت هاشم فی الملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، تا اونج که میگه کاش لیت از شاخین به بدرین شهید، و که اونایی که در بدر کشته شدن کاش میبودی میدید که من چه انتقام میگیرم. ولی وقتی که نوبت به امام سجاد میرسه، نوبت به زینب کبری میرسه، وقتی تقبیح یا قباحت کار یزید را برایش واضح میکنه، تقبیح میکنه، یزید همون لحظه چنان پشیمان میشه که زنان آل ابو سفیان که در پشت پرده نشسته همون روز میایند، میگه با چشم اشکبار دست فرزندان پیغمبر، دست حضرت زینب کبری و بچه‌ها و زنها را میبوسند، از اینا استقبال میکنه و سه روز با اینا عزاداری میکنه و یزید هم امر میکنه که برید با اینا عزاداری کنید، خدا لعنت کند عبیدالله که امام حسین کشت. به گونه ای که میگه من اگر من جای عبیدالله بودی تا امکان داشت خوبی، به خاطر این بود که آبروی از دست رفته شو به تعبیر دیگه برگرد، یا اون آشوبی که داشت به وجود می آمد، این میخواست بخوابان، ولی همچین چیزی نبود که اگر من جای عبیدالله بودی تا می توانستم خواسته های حسین برآورده می کردم. و حتی بعدش هم بالاخره با وقتی که با امام سجاد علیه السلام قرار میگیره، سعی میکرد در اون مدت با امام سجاد باشه. و اینم اثراتی داشتن که من در رابطه با اثرات دو سه نکته خیلی کوتاه عرض کنم، که اثراتی که برای در واقع این روشنگری ها با وجود آمد، یکی از اثراتی که وجود داشت این بود که در مرکز حکومت یزید و یزیدیان، اگر ما در نظر بگیریم، اونجا یک اولین اثر این بود که محبت اهل بیت در قلب مردم جا گرفت، که همه گریه میکردن و خصوصا وقت خروج از شام. دوم این که نفرت مردم از یزید بیشتر شدن. سوم این که این حرکت امام صلوات الله زمینه بیداری مردم را بیشتر مساعد کرد، که تقریبا بیش از 10 تا مورد کار ظاهرا وقت نمانده که ما در خدمت بینی نگاه محترم باشیم. به هر حال تمرکز امام سجاد صلوات الله علیه روی این چند محور که انتصابشون به پیغمبر، جایگاه معرفی جایگاه اهل بیت پیغمبر علیهم السلام، و اینکه پیروزی واقعی چی پیروزیه، و دیگر تقبیح کار یزید، اثرات بسیار فراوانی را در شهر شام، در کاخ یزید و بعد حتی در جامعه اسلامی در اون زمان به وجود آورد، که مدت کوتاهی نگذشت که مردم از این فاجعه با خبر شدن و اثرات و پیامدشان را در زندگیشان مشاهده کردن، و ذلتی که برای دشمنان اهل بیت به وجود آمد که همشون به یک نحوی به هر حال یا قتل عام شدن یا اینکه به هر حال با مرگ بسیار ذلیلانه از بین رفتن، و اینا از جامعه اون روز منزوی شده بودن. و اثرات دیگه هم داره که ظاهرا ما مجال نداریم که خدمت شما باشیم. ممنون استاد گرامی از اینکه وقت شریفتون رو برای ما اختصاص دادین و قبول زحمت فرمودین. خیلی ممنون از شما. تشکر، سپاسگزار دارم. حسن ختام کلام امشب ما روایتی از آقا علی بن مسر رضا علیه السلام می فرمایند که یبن شوه یبن الشبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. ای پسر شبیب، اگر میخواهی گریه کنی پس برای حسین ابن علی گریه کن. انشاءالله که در این ایام و ساعات گریه بر آقا ابا عبدالله الحسین، همونچون که ثمرات و برکات زیادی درش نهفته، در این ایام و ساعات روزی ما باشه در تمام طول دوران زندگی من اشک بر امام حسین علیه السلام. انشاءالله همیشه گریه کن امام حسین باشین. تا درود دیگر بدرود.